شما بیننده برنامه ابن سینا هستین و ما امشب دکتر صاحب مورد آرزو متخصص امراض گوش و, و گلو را با خود داریم در برنامه و موضوعی که ما انتخاب کردیم راجع به سینوزیت می باشن. خب دکتر صاحب راجع به تداویش میشه بگوین که سینوزیت ها چه تداوی میشه خب در صورتی که به مجرد که تشخیص صورت میگیره اکثرا سینوزیت های حاد خصوصا با تداوی طبی محافظوی خوب تر جواب میتن یعنی در قدم اول ما تداوی طبی به شکل دوایی داریم بر مریض در این صورت بر مریض انتیبیتیک توصیح میشه و انتیبیتیک نو انتخاب و انتیبیتیک همچنان نظر به اسباب و عامل که باعث با تولید مرض میشن نظر به معمولترین ترین عامل که باعث ایجاد مرض میشن انتخاب میشن انتیبیتیک ها بعدا خصوصا از خاندان پنسلین بله. پنسلین ها اول در قدم اول استفاده میکنیم با بر مریض دادن میشه و اکثر نتیجه میگیرن در صورت که نزد شخص درد هم موجود باشه در این صورت ادوی زده التحاب و درد پیش بر شخص داده میشه تا ای که این حالت عرازش کمتر شود تطبیقات گرم و سرد هم در نزد شخص میتونه باعث با کم شدن درد شد بله. ولی باید توجه داشت که تطبیقات گرم اکثرا باز التحابات زیاد میسازد تورم میتونه زیاد بسازد در نزد شخص بنان خوب است که جلوگیری این حالت ادوی که احتقان در ساحه دور می یعنی رکودت واردی را دور می سازه او را نام دیکانجستان هایت میکنه این قطره هایی داریم ما یا هایی های است که بر مریض داده میشه تا که احتقان یا رکودت واردی هم از ساحه دور شود که جریان خون خوبتر شود و امی حالت برطرف شده برای سایسته ولی اکثریت مردم ما شما از قطره هایی که باعث صاف شدن بینی دیکانجستان هایی که ما میگیم در ترکیب خود هم میتون استروید داشته باشه و هم دیکانجستان اکثر از زیاد استفاده میکنن که ای به شکل دوامدار نباید استفاده شود و طبق هدایت دکتران باید استفاده شود به خاطر از اینکه مشکلات و عوارض خود داره در قسمت اول وقتی که باعث باز شدن بینی میشه Uh, مثلا یک ساعت یا دو ساعت بینیشان صاف است میتونه بعدا دو چند بینی از اینا رو بند بسازه خشکت های بینی رو نزدشان ایجاد بکنه و همچنان یک عرض دیگی که از باعث از امید استفاده اسپری ها در نزدش خاص ایجاد میشه به شکل دوامدار یک عادت است یعنی ادیکشن بار میره بر شخص این عادتی میشن همیشه تا وقتی که اسپری استفاده میکنن بینیشان باز است یا انفشان باز است در استفاده نمیکنن باز میکنن که بندش نزدشان ایجاد شده بنان انتخاب نو دیکانجستانت ها که به شکل قطره های آسپری استفاده میشه و یایی که به شکل خوراکی یا فمی استفاده میشه مربوط به دکتر باید باشه و استفاده و مقدار استفاده از اینو همچنان باید از نظر از طرف دکتر مالج باید تعیین بشه بر بر شخص بنان به شکل خودسرانه نباید استفاده شوند بر اراض زمینیش همچنان میتونیم از ادویه انتیستامینیکا همچنان استفاده بکنیم در این قدمایی بود که در قسمت اول بر مریض استفاده میکنیم در صورت که این ادویه جوابگو نباشه یا نو آنتی بیوتیک که معمول ترین انتانات انتخاب میشه جوابگو نباشه در نزد مریض در این صورت باز ما بدیل دیگری داریم اکثرا در جوامعی که پیشرفته هستند از یک میتود نو که به نام اندوسکوپیک سینا سرجریات میشه از او استفاده می که داخل ساینس ها توسط مایکروسکوپ از طریق فاهیک که وجود داره مداخله صورت می گیره. بله. پاکاری می شه. چیزی که ضرورت باشه تداوی که ضرورت باشه لازم باشه اجرا می توسط از او. ولی در مملکت هایی که قیمانده هستند خصوصا کشور ما شما ساینس رگیشن یا لواج ساینس ها اکثرا معمول است او هم با تروکارد که وجود داره مثلا داخل ساینس ساخته میشه توسط سیروم سالینی که وجود است داخل ساینس ها از از قیه و انتانات پاکاری میشه تایی که زمینی نفوز انتیبیوتیک ها به ساحه مشخص شوه و انتیبیوتیک بتانه به ساحه برسه چون زمانی که پروسه مزمن میشه و التحابات و قیهی که در ساحه تولید میشه نمیگذاره تا انتیبیوتیک به شکل درست در ساحه برسه به نان بعضا ضرورت میفته تا که یا ساینس لواش صورت بگیره یک میتود قب قبلی است و اکثرا در کشورهای خارجی از این میتود ها فعلا استفاده نمیشه سلامت باشین خب دکتر صاحب یک شخص به مرض سینوزیت مبتلا میشه و دوای خود سرانه استفاده میکنه چی آرزه برای او شخص میداشته باشه؟ خب قسمه که گفتم در هر مرض ما در قدم و وقتی که انتیبیتیک ها بر شخص بر مرض انتخاب میشن نظر به نو انتان باید مشخصا انتخاب شوند در صورت که معمولترین نو انتان موجود باشه یا نظر به معمولترین نو انتاب انتخاب میشه اونا مشخصا مک دکتر میفهمه که کدام آنتیبیوتیک باید استفاده بکنه بله. یک شخص که به سینوزید دوچار میشه توسط یک کسی که بای غیر مجرب و دکتر نیست انتیبیوتیک که بر, بر, بر نو از اون میکروب تاثیر نداره استفاده میکنه این حالت مرضی را از یک طرف به طرف مزمن شدن میبره یعنی دوامدار میسازه حالت مرضی از طرف دوم مقاومت در مقابل آنتی ها زیاد میسازن یعنی در در مقابل نو آنتی همچنان مقاومت حاصل میکنن و قوی تر میشن به بله. اصطلاح دیگه خوب است که هر حالت که حالت مریضی که نزد اشخاص ایجاد میشه پیش دکتر معالج و متخصص مراجعه بکنن و خودسرانه سرانه در استفاده نکنن سلامت باشین خب دکتر سیب در مورد شستن بینی میشه هم معلومات بتین در قسمت شستن بینی قسم که گفتم در صورت که مرض با تدوی عادی جواب نمیته ما قدم بعدی که داریم کلچر است و یا کشت افرازات که از داخل ساینس ها گرفته میشه به این خاطر همچنان سایناس رگیشن اکثرا صورت میگیره وقتی که سایناس رگیشن یا شستشوی سایناس صورت گرفت افرازات روان میشه به کلچر در صورت که تداوید تبی جواب نداده باشه باز نوع انتیبیوتیک که در مقابل از او میکروب حساس است انتخاب میشه مشخصا باز بعد از او استفاده صورت میگیره بله. یا ای که چندین بار مریض مثلا دوا استفاده کرده ولی به شکل جواب درست نگرفت از انتیبیتیک ها و از, از وی که برش تجویز شده بعد از او تصمیم دکتر به لواج ساینس ها نزدش میگیره که یک میتود است که توسط تروکارد یا مسوزن که وجود داره از قسمت داخل انف مداخله صورت میگیره داخل ساینس ها سا میشه و توسط سالین و یا سیروم داخل ساینس ها شستشو میشه و پاکاری میشه پس دوباره تروکارد کشیده میشه و یک میتود سابقه است البته در کشور ما اجرا میشه ولی متروک شده فعلا استفاده نمیکنه تشکر خب دکتر سیب چی عواقب ناگوار میداشته باشه اگر مرض سینوزیت تداوی نگردد خب در قسمت از ای که هر مرض در صورتی که تداوی درست صورت نمیگیره مقدار انتیبیتیک کافی نباشه مثلا درست توسط مریض انتیبیتیک درست گرفته نشه با وقت و زمانش به مقدار کافیش گرفته یا به دوز کافی گرفته نشه ای به طرف مزمن شدن میره و به طرف اختلالاتی شدن میتونه بره بند. یا عواقبش خطرناک شده میتونه در صورتی که مثلا مریض دوا نمیگیره این حالت انتونه که در ساحه باعث به وجود آمدن التهاب شده زیادتر تمایل داره تا که نواحی مجاور استلا بکنه یا در نواحی مجاور قرار بگیره مثلا به شکل نواحی مجاور گفته میتونم که ساحه چشم ها در نواحی مجاور سینوس ها قرار داره بله التها و چرک که وجود وجود داره میتونه انتقال بکنه با ساحه چشم ها درست است اوربیتال سیلولیت مثلا بسازه یا التهابات سینوس سیلولیت ها و التهابات بسازه در نواحی چشم ها و آبسی ها را بسازه که میدان آبسی ها بعد بزرگ باشه که موقعیت چشم ها را تغییر بده عراضی که در چشم ایجاد میشه دوبینی ها یا دیپلوپی ها ایجاد بکنه پروپتوز ایجاد بکنه اشکریزی نزد شخص ایجاد بکنه درد ایجاد بکنه در نزد شخص این حالات است که بشکل شکل که اپسی دروسا ساحه ایجاد شو به وجود میه که دی این صورت نه تنها دکتر گوشکلون بلکه نظریات و موجودیت دکتر چشم هم لازم است تا ای که یک کیس مشترک است باید این حل فصل و تداوی صورت بگیره در صورت که آبسه هم در این حالت ایجاد شده باشه یگانه راه تداویش جراحی است باید تخلیه آبسه صورت بگیره بعد از او خاموش میشه در صورت که یانتون میتونه به نواحی اوزام مجاور انتقال پیدا بکنه بله مثلا اوستمیالیت بسازه نزد اشخاص یا التهابات میالین اوزام نزد اشخاص ایجاد بکنه که هر از مشخص خاص خدا داره و اکثرا اوزامی که اک دیپلویک هستن مساب می در صورت که این حالت ایجاد میشه و آبسه و یا سیلولیت میسازه یا چرک تجمع میکنه در همون ناحیه همچنان مداخله باید صورت بگیره چرک و اینا تخلیه باید صورت بگیره و پاکاری صورت بگیره در قسمت از که گفتم التحابات یا انتانه که در ساحه ایجاد میشه تمایل به داره که در ابتدا به نواهی مجاور انتقال پیدا بکنه بعد از او در صورت که این حالت ادامه پیدا میکنه میتونه در نواحی دورتر هم انتقال بکنه این مثلا اختلاطات داخل قفی هم میتونه به وجود بیایه نزد شخص ای که چه رقم انتقال میکنه انتان به چندین شکل صورت میگیره مثلا از طریق خود خون زمان که اویا در ساحه تخریب میشه انتان داخل خون میشه و از او طریق میتونه بر مغز بره و اونجا انتانات اختلاطات داخل قفی ایجاد بکنه میتونه از طریق از اینکه عصب بویویی که در خود حنف قرار داره و ماشومای سه بویوی رو بر موشما تامین میکنه تخریب شوه و مستقیما بره به طرف مغز انتون و یی که دفکت که به شکل ولادی یا نقیسه ولادی اوزام که در نزد طفل موجود است و تا کلانی هم موجود میتونه باشه از او طریق هم میتونه انتقال بکنه به طرف مغز بره و یا همچنان ناهی مکسوره زمانی که قسمت در می وضعیت که التهاب وجود داره و کسر مواجه میشه یا یک قبلا هم کسر وجود داشته از این طریق هم میتونه که التهابات و یا به با مغز برسه بله. و در نتیجه باعث التهابات سحایا یا مننجیت شوه, منجایت شوه در نزد شخص باعث به با وجود آمدن ساینس کاورنوس ترومبوز یا ترومبوز سینوس کاورنوس نزد شخص شوه التهابات و آبسی های دماغی را ایجاد بکنه و آبسی های دیگر در دماغ ایجاد بکنه که او پروسیجر خاص و تا مراقبت های خاص دیگه ایجاب میکنه باز نزد شخص تشکر سلامت باشین خب با دکتر سیب لحظات پایین برنامه است اگر کدام پیام به بینده های عزیز داشته باشین بفرمایید با تغییر فصل و محیط آلوده که ما شما داریم و سرچدن هوا بنان خوب است که آدم وقایع بکنه خود از مر و ضرورت نشه که ما شما از انتیبیتیک و مراجعه کردن به دکترها مراجعه بکنیم به دکترها بنان خوب است که در محیط آلوده از ماسک ها استفاده بکنین و همیشه اطفال نازنین تا در محیط آلوده و در هوای سرد نگذارین تا بکنن تا ای که از امراض از امراض کرده باشه و در امان مانده باشه تشکر می کنم سلامت باشین نزدیک که به برنامه ما تشریف آوردین موضوع خوبی بود خدا کنه دوستا از موضوع ما معلومات به دست آورده باشن تشکر از شما همچنان سلامت, سلامت, باشین, باشین. و همچنین بود برنامه ابن سینا که من ناروان یوسفی تقدیم شما کردم همیشه بیننده برنامه های ابن سینا و برنامه تلویزیونی بیچراق باشین. تا برنامه دیگر که من خدمت شما قرار میگیرم می همیشه ما را به خداوند مهربان میسپارم همیشه موفق باشین